من معتاد شیشه بودم، ماده ای که همه چیزو از من رو بود، حتی سرمایه اصلیمو، خونواده و همسایه. من بزرگترین گناهکار مجموعه ایم که اونا رو به سزای جرمشون رسوندم. هرچه کردم خواستم بگم که خود دوچار اون شده بودم. اون مرد پولداری که تفکری برای سرمایه خودش نداشت، تنها حروم و وارد زندگی من کرد و منو شیفته شخصیت کاذب خودش کرد. پس گناه اول و قتل اول رو به نام اون رقم زدم و دیگری کسی بود که رفاقتم با اون معنایی نداشت، چرا که حق دوستی رو ادا نکرد و روز به روز منو تو منجلاب اعتیاد قوطه‌ور ساخت. شخص ورزشکار مصداق عینی ضعف و ناتوانی بود، اونقدر ناتوان که حتی قدرت و شهرتی رو که سالهای سال اونو با تلاش خودش کسب کرده بود و به باد فنا داد. و در این مورد با اون احساس همانندی و تشابه می کردم. نامادری من که علت بیمسئولیتی و آموخته هایی بود که باید با خود اون از بین می رفت و من تنها به تقاص یک گناه نه بیشتر مجازاتش کردم. زنی که لفظ مادر شایستش نبود، خط قرمزی رو نه برای من و نه برای خودش باقی نذاشت. خدا رحمت کنه مادرم. و اما ناامید، مرده متحرکی بیشتر نبود، از خودش اختیاری نداشته و روزگار رو تیره میدید. اون به عذاب درون خودش رسیده بود و نیازی به عذاب اون نبود. و اما من، گناه من اعتیاد بود، لغتی که ممکنه تو خیلی راحت اونو تلفظ کنی و افسوس که فکر میکردم شیشه یه لعنتی منو از سیاهی رها میکنه و دورم میکنه، اما غافل از این که این سیاهی رو نیز محو و منو چون مذاب گداخته داغ کرد و سوزوند.